جوان نوزنین از تورنتو با ما زنگ زدن و گفتن که خودت چرا از احمدشاه مسعود دفاع میکنی و چرا از دیگران میتازی. وقتی گفتم سند بده، سندی نداشتم. خب به هر حال من قدر میکنم که میگه تماس گرفتن و میگه اون نظریات خود با ما شریک ساختن و چه خوده که برداشتای خوده و ما باشون صحبت کردم و امیدوارستم وعده کردم که یکی از برنامه ها میان که با امروی ما صحبت میکنن. البته اگر خواسته باشن در برنامه هفته آینده میتونن تماس بگیرن و صحبتایشان رو میشنویم و در رابطه با صحبتایشان صحبت گپ خود میزنیم. ما در این بحث بیندگرومی عکس که شما میبینین قصدن انتخاب کردیم که ده مشخص همی عکس خود از این عرف هایی برای گفتن داره. در جریان 40 سال گذشته که بودی، یعنی از اسد 1357 تا فعلا خود ما شاهد تمام جریانات بودیم، در بس و موارد دخیل جریانات بودیم و هنوز هم هستم، یعنی هیچ وقت بیخبر از جریانات کشور نبودیم. مخصوصا وقتی که جهاد شروع شد از اوائل جهاد بودیم فضل خدا، و هیچ وقت هم پشیمان نیستم، افتخارم میکنم. زدوبندهای زیاده در دوره جهاد افغانستان بود. ما مردم یک باره در برابر جنگ تعمیلی قرار گرفتیم، ظلم تعمیلی قرار گرفتیم، نظام تعمیلی قرار گرفتیم، افراد تعمیلی قرار گرفتیم که نه تجربه هیچ کدام زیر مردم افغانستان نداشت. یک مرتبه همه چیز آمد سر ما، حکومت تغییر کرد، سیستم تغییر کرد، نظام تغییر کرد، آدم ها تغییر کرد، بعدا آدم های دیگه تغییر کرد، همه چیز آمد و مردم در جهاد قرار گرفتن. فقط یک انگیزه داشتن که در برابر اینمی ظلم و شکنجه از اینا مبارزه کنیم. به خبر از اینکه در اینجا دستگاه جاسوسی و استخبارات سخت کار میکنن و فعالیت هایشان هست که کیهایی را که مثلا نگه دارن، کیهایی که برشان در آینده درد و سر ساز میشه اونا را از صحنه بردارن. خب این جریانات کسایی که در جریان در مد جریان جهاد بودن بیشتر میفهمن تا کسایی که از بیرون میدیدن. مثلا در زمان در هرات و خدا غریق رحمت کنه سفیلا جان وقتی که بود، یک مرتبه حکومتی ها یا استخبارات یا خادیست ها آوازه انداختن که در اینجا بیشتر ساموی ها و شعله ها و اینا هستن و مردم چی میکنن در بین مجاهدین تفرق انداختن، که بسیاری روشن فکرار اینا از صف جهاد جدا کردن و اینا ناگزیر شدن که برن. همینطور در جبهات دیگه به هر حال یک چیز هست که هر کسی که عمل میکنه به یقین که اشتباه هم میکنه. اشتباه خیانت نیست. اوی که وطن فروخ او خائن است. اوی که عامل شد برای ورود بیگانه ها به افغانستان او خیانت کرده. ولی اوی که در برابر تجاوز و در برابر بی‌عدالتی ها مبارزه کرده او خیانت نکرده. او مبارزه کرده و شاید اشتباه کرده باشه. خود شهید احمدشاه مسعود در مصاحبه خود میگفت که من کسی که عمل میکنه اشتباه کرده. من هم مشخص از انسان هستم. کار کردیم و شاید اشتباهات را مرتکب شده باشم. اما مرتکب خیانت نشدیم. و به هر حال این جوان نازنین دیروز برای من میگفت که اما چای مسعود شما نمیشناسین. جوان 36 ساله برای من که در مد جهاد کلان شدیم و شاهد جریانات بودیم، با همین قهرمان ملی 3-4 مرتبه نشستیم مذاکره کردیم، 2-3 ساعت با هم دیگر صحبت داشتیم و حرفای زدن حرفای شنیدیم، برای من گفتن که خودت نمیشناسی، ای جاسوس آیس های بود، ای عکس داره با آیس های و با امیدگل و با اینا و موترار تخریب کرد و ماشینالات تخریب کرد و وزارت دفاع را از بین برد و این کار و این کار کرد و زد یک قوم عمل کرد اینا. وقتی برای جوان گفتیم که خب حداقل سند بیار، گفتن که سند نید، گفتن مثلا بیرق تغییر داد، گفتن سرود ملی را تغییر داد و برای شما وقت گفتم که خب برادر در زمان زاهد شاه ما یک قسم سرود ملی داشتیم، در زمان داوود خان یک سرود ملی داشتیم. خودم شاهد هستم
کمونیست ها آمدن سرود ملی تغییر کرد، حکومت مجاهدین آمد سرود ملی تغییر کرد، حکومت کرزی آمد سرود ملی تغییر کرد، طالب خود سرود ملی نداره، خود سرود ملی پاکستان هست. پس در این تغییرات که آمدن در وقت داود خان و کمونیست ها و دارت کرزی، هیچ کس انتقاد نداره سرود ملی چرا تغییر کرد. اما در زمان حکومت مجاهدین اینا انگوش میزنن چرا اینا آمدن سرود ملی تغییر دادن، چرا بیرق تغییر کرد. خب وقت دیگر ها تغییر دادن اونا را هیچ کس انگوش نمیزنه، کمونست آمدن بیرق بس بیرق سر تغییر کرد و در آخر بیرق ملی آوردن. این چیزاییست که روی عواطف از روی احساسات از دیروز ما هم در رابطه با احساسات صحبت کردیم. ما اگر بخواییم که سر کس نظر بتیم یا محکومش کنیم، بهتر است که تحقیق کنیم. ما تا 2014 فیلم دای گرامی ما میبینم، ما سر دکتر نجیب کمتر گم نشتر کردیم. در بعض موارد حتی چون ناخود آگاهی کامل نداشتم تاییدش میکردم، میگه پای شک میشتم. اما وقتی که ما از 2001 تا 2014 رفتم تحقیق کردم، دیدم که عامل مصیبت و بدبختی و تمام مصائب افغانستان طرحهای خائنانه نجیب بود. بعد از اون من در 2015 ما آمدم در فیسبوک نشتر کردم که اون نوشته ما بیشتر از 500 بار در فیسبوک ها شریک شده بود. پس برای نسل جوان خود ما هم این تقاضا رو داریم، این پیشنهاد رو داریم، برای محکوم کردن یک نفر، برای تایید کردن یک نفر تحقیق کنیم. ضرور نیست که بشنیم. من در ادامه در این رابطه بیشتر میگم. اما یک چیزی که من همیش از زمان مردم شنیدیم ایست که میگن وقتی که ما احمد شای عبدالی را که ندیدیم و در تاریخ خواندیم، میرویس خان را نادیده در تاریخ قبول کردیم، ملاله را با جنگ میوند در تاریخ خواندیم و پذیرفتیم و هیچ وقت صدای مخالفت خود را بر ضد از اینا بلند نکردیم، ولی برعکس شهید احمد شای مسعود دیدیم، کارنامه هایش را تماشا کردیم، گفتارهایش شنیدیم، مبارزاتش بر علیه روس و تجاوز پاکستان در مقاومت اول دیدیم و بیاد هم داریم که بعد از تغییر و سقوط طالبان در 2002 لوی جرگی افغانستان که عالی ترین مرجع تصمیم گیری در مسائل کشور است، متفقاً به وی عنوان قهرمان ملی را دادن. ولی باز هم میبینیم که یک تعداد از هموطنان عزیز ما او را نه تنها احترام نمی کنند، بلکه با الفاظ زشت و رکیک نیزیات میکنن. مثلا عکس بام میدگل داره و برادر، وقتی که در پاکستان اینا تیر کردن شما تولد نشده بودین. اینا در هنج مدت زمان شخصیت هایی بودن، هر کدام که جهان میامدن با اونا عکس میگرفتن، با تمامی سرها عکس گرفتن، عکس گرفتن که سند جرمی نیست. حالا در همین کانادا هم با تمام سران با شما عکس داریم، آیا عکس گرفتن فردا همی سرها گم میشن؟ آیا عکس گرفتن با اونا سند میشه؟ بچه‌ها بسیار یک دیدی بسیار طفلانه، یک دیدی بسیار ستیز، یک عکس مردم میکشن که با این عکس گرفته. خب دوران جهاد بود، تمام جهان توجهش به طرف افغانستان بود، تمام اروپا و غرب و همه چیز اونجا بود و اینا هر کدامشان نام و نشان داشتن، هر کدام میامد با اینا عکس میگیره، مذاکره میاد. عکس و فیلم و اینا سند نیست، مگر اینکه اسناد رو پیدا کنیم که در سند امضا شده باشه و تا این داده بشه که اینی آدم ایجنت ما بود. میدونیتون در قضاوت ها کم دقیق تر باشیم، مثلا نسل جوان ما. خب اگر وضع همونطور که از فعلا پیش بره نگرامی، پس مردم به یک نمیشه، پس چرا ما کسایی را که ندیدیم تنها در تاریخ خواندیم و در نوشت تاریخ ما متوجه میشیم که بسیار دستکاری و جلکاری صورت گرفته، قبول و احترام کنیم؟ پس احترام باید متقابل باشه. بسیار ساده تر میخواییم بگویم تعداد از هموطنان عزیز پشتون ما همیش در تخریب قهرمان ملی فعالیت میکنن. یادشون باشه به می اندازه که آنها خود از محبوبیت و احترام کسانی که در بالا ذکر کردیم، یعنی از احمد شاه و با میرویس کمال‌الله، اینه که امی تخریب از اینا از محبوبیت از اونا در نزد دیگه مردم میکنن. چون وقتی که شما تخریب میکنین بزرگای یک قوم دیگره، خب مردم بزرگای دیگر شما را توهین میکنن. پس به این شکل آگاهانه ناگاهانه
تلاش ها صورت میگیره که از اون کسایی که در تاریخ افغانستان تثبیت شده شخصیتایشان و مورد احترام بوده روز تا روز محبوبیتشان کمتر شوه، احترامشان از بین بره. و امیر اگر میخواین خب پس تخریب کرده بودین. در غیر از اون ما میگم که احترام باید متقابل باشد، تنها ضرور نیست که ما افراد و اشخاص خود احترام کنیم. با جوانان عزیز باها گفتیم که در عوض شنیدن جریانات 43 سال پسین از آشنایا و حتی اعضای فامیل پدر و مادر بهتر است که خودشان تحقیق کنن، چون اقاربشان مثلا ما شخصا خدا را شکر که من با فرزندانم هیچ رابطه سیاسی ندارم، هیچ وقت هم نخواستم شون که اونا با الوای سیاست آتاش نشه. اما اگر من برای فرزندان خود از تاریخ افغانستان بگویم، خب مشخص است اونم دید خاص خود برش میم، اونم باورمندی های خاص خود میم، اونم افراد را که من خوش دارم، حتی شاید که افراد خوب و صالح نباشن، اون افراد برشان خوب میم، افراد را که شاید صالح باشن خوب باشن، اونا رو برای اینا بد معرفی میکنم. پس ضرور نیست که جوانان نازنین ما فقط شنیدگی ها را قبول کنن که اتاس پدر و مادر باشه. زمان حال زمان تحقیق است، زمان ریسرچ است، جهان کوچک شده، ما در یک کلیک میتونیم که تمام معلومات ها را بگیریم. بهتر است که خود از اینا تحقیق کنن، ریسرچ کنن در مورد شخصیت های خود، کتاب ها را بخونن، نظر سرشناس ها و صاحب نظران داخلی و خارجی را در مورد بخونن، بعد از خود از اینا چی کنن تحقیق نظر خود باید، نه ای که شنیدن و راستن بین یکی را محکوم کنن، یکی را خواهیم بگن، یکی را قومی را برحله قوم بگن. رای رسیدن به فردای آری از خشونت و بدبختی بیدایرامی عزیز ما احترام به هم دیگر است. امکان نداره، امکان نداره، اگر تا دیروز داشت بعد از این امکان نداره که بزرگان یک قوم الگرامی ما در افغانستان همیش مورد احترام قرار بگیرند، در جایگاه خاص قرار داشته باشند، در تاریخ به نیکوی از اونا یاد شود و از دیگه اقوام به نام دزد و رهزن و جاسوس و وابسته و این و آن. این یک شیوه ملی نیست، مردم خواب دیده چند سال قبل نیست. امروز مردم ما کاملا بیدار شدن، امروز مردم ما کاملا با تمام امکانات دسترسی دارن و خوب و بد و زشت و همه چیز خود میفهمن. اما اگه به احترامی به بزرگای ادامه داشته باشه و زیده ما این شیوه ملی نیست، بلکه ریختن آب به آسیاب دشمن است. من تو که در اول برنامه گفتم 15 سال متواتر به سفر کردم، اما نه به خاطر پول دار شدن و دزدی از سرمایه ملت، بلکه برای دریافت حقایق تلخ 14 اخیر و زحمات فراوانی را من متحمل شدم تا بالاخره دریافتم که عامل مصیبت کیز، چرا جنگ های دهه 90 در کابل صورت گرفت، دلیلش کی بود، چی دستان کار کرد، چرا در جریان جهاد مقدس مردم افغانستان همیش جنگ بین تنظیم ها وجود داشت، کدام دستان در اینجا کار میکرد. ما این چیزا رو رفتم پیدا کردم، بس صدها فیلم ما تماشا کردم تا بالاخره خود با مو اندازه. خب بعضی ها میگن که سند نشان میده، در بعض موارد مثلا اسناد خود که من بیشتر در رابطه با خود تحقیق کردم، شما خبر دارین که توسط خود خودیستاد در دهه 92 وقتی که حکومت سقوط کرد با کلی از بین همه چیز سوختاندن و از بین بردن تا رازهای طرح مبارزه با باندیتزم از اینا که چه کسانی در داخل جبهات است، چه کسانی در داخل تنظیم است، ای افشا نشه. ولی خودشان میفهمن چون که یک کپی از قبلا به KGB رفته بود. پس من صحبت خودم مختصر میسازم به این اندازه که جوانان نازنین لطف کن، جوانان ما، تمام هموطنان ما، پیش از قضاوت از شنیدگی ها کار نگیرین، از اینکه این کس گفته برتانیا و کس گفته، چند تحقیق کنین در مورد افرادی که میخواین گپ بزنین، در مورد جریانات وطن که میخواین صحبت کنین تحقیق کنین، ریسرچ کنین، خوب تحقیق کنین، حرفایی که از بزرگانتان میشنوین، نوشته هایی را که میخونین، بعد از خودتان یک بار جنبندی کنین، ببینین که چقدر تا کنون در اشتباه بودین و چقدر امروز شما با جریانات بیشتر آشنا شدین. با امید از این که روز ما شاهد یک همبستگی ملی باشیم، چی که چند هموطنان فعلا با من نیستن، اینا میگه که تو غیر ملی ملی میگیم، ما هیچ وقت منافع ملی نداشتیم، ولی ما میگیم که اگر نداشتیم بیاین که به دنبالش بریم، چون
یعنی حلال مشکلات ما یعنی پیدا کردن نقطه عزیز که منافع ملی خود چی تعریف میکنیم و چگونه به دور منافع ملی جمع میشیم و چگونه از منافع ملی خود دفاع میکنیم. اگر نبود حالا بیاین شما بسازید، شما دانشمندا، شما روشنفکرها، شما بزرگوارا بسازید تا مردم کم سواد ما، مردم بی سواد ما بالاخره ببینن که بزرگانشون برشان چی کرد. اگر راحت بنشینیم و تماشاگر باشیم که کی می بره ما یک تعریف از منافع ملی میته و بعد از بعد ما این تعریف این منافع ملی را هر کدام به زعم خود و به طابق باورمندی های خود تعریف کنیم، این بود ما را به جایی نمی رسانه. کشورهایی که به مصیبت ها و جنجال های خود تمام کردن یقین داشته باشین که اونها یک تعریف خاص از منافع ملی خود داشتن، منافع ملی خود برای خود تثبیت کردن و به خاطر عزمو اینا دست از مخالفت ها برداشتن و در یک مسیر باید در یک جاده مستقر رفتن برای رفت از مشکلات کشور.